شماره خواهندی مبلغ که مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده یعنی 704 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری بودجه به چه معناست؟ ببینیم بودجه سال گذشته بر اساس دو سقف بسته شده بود، یکی سقف 930 هزار میلیارد تومان و دوم سقف 1378 میلیارد تومان، 1278 میلیارد تومان، که البته من گفتم بودجه سال گذشته، منظور همین بودجه سال 1400 یعنی سال جاری. و وقتی که برای بودجه سال 1401 ارقام بودجه رو اعلام کردن، گفته شد که بودجه سال جاری فقط و فقط 7% نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داره. این رو در واقع اشتباه محاسبه کردن یا غلط اعلام کردن، چون اگر بودجه سال 1401 رو در مقایسه با سقف پایین یعنی 930 هزار میلیارد تومان محاسبه بکنیم که این سقف در واقع بیشتر تحقق پیدا کرده، بودجه سال 1401 لایحه بودجه در واقع رقم افزایشش نسبت به بودجه سال جاری چیزی هست حدود 46% و یک بودجه انبساطی است، نه آنگونه که گفته میشد یک بودجه انقباضی. بنابراین اگر این رو محاسبه بکنیم بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس بدون محاسبه درآمدهای نفتی، این بودجه در همین رقمی که شما گفتین کسری داره و این کسری بر بودجه سال 1401 سنگینی میکنه. خب از 156 هزار میلیارد تومان هم کسری تامین نشده حرف میون اومده. کسری تامین نشده یعنی چی؟ چه تأثیری میذاره آقای خواب؟ ببینید کسری تامین شده اینی که ما بودجه نفت رو هم حساب بکنیم و در بودجه سال 1401 در لایحه بودجه سال 1401 در واقع 532 هزار میلیارد قرار از محل مالیات ها تامین بشه و حدود 382 هزار میلیارد تومان از محل نفت. و در این بودجه در واقع ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته عمدتاً مربوط به رقم مالیات هاست و معتقده که این مقدار مالیات نمیتونه تامین بشه، در حالی که در کشور میدونیم حجم به اصطلاح نرخ رشد اقتصادی کشور در سطح بسیار پایینی هست و ارقامی رو که مجلس، ارقامی رو که دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه ارائه داده برای تامین مالیات بدون اینکه هیچ اصلاح بنیادی در مورد مالیات ها اعمال شده باشه، این رقم مالیات ها تامین نمیشه و با تامین نشدن این رقم از مالیات ها بودجه سال 1401 اگر بر اساس لایحه دولت تنظیم بشه حدود 156 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که به نظر من کسریش از این مقدار بسیار بیشتر خواهد. آقای خاوند، با این اعداد و ارقامی که از کسری بودجه گفته میشه و شما هم اشاره کردید بهش، وضعیت تورم رو هم داریم، نابسامانی دلار رو هم داریم و بسیاری مسائل دیگه، حالا از سال آینده اقتصادی رو چطور پیش بینی میکنید؟ بودجه سال آینده و اصولا اقتصاد ایران در سال آینده تا اندازه زیادی ارتباط داره به مذاکراتی که در وین جریان داره. اگر این مذاکرات بتواند به ایران اجازه بده که به دارایی‌های ارزی خودش در خارج دست پیدا بکنه و بتواند نفت صادر بکنه دست کم آن گونه که در لایحه بودجه پیش بینی شده، دولت میتونه گلیم خودش رو تا اندازه‌ای از آب بیرون بکشه. ولی اگر این مذاکرات به شکست بکشه، اون وقت مسئله تورم سر به آسمان خواهد زد و همینطور سقوط پول ملی ایران به شدت افزایش خواهد پیدا کرد. ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان، با ما همراه.